تمام شواهدی که وجود داشت مبنی بر اینکه قبادلو مبتلا به بیماری دو قطبیه، حکم اعدام او تایید شد. چطور میبینیم پرونده او و تایید حکمش رو؟ بله، ببینید، اولا ما در خود مجازات اعدام موافق نیستیم، تردید داریم. مجازاتیه که داره برچیده میشه. دوما خب وقتی که به پرونده نگاه میکنیم، هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی میشه ایراداتی گرفت. خب مسئله این بوده که به صورت مؤثر اجازه دفاع داده نشده و حتی خب وکیلش رو به نوعی مجبور کردن عزل کنن و در مورد بیماریشون هم به نظر میرسه تحقیقات کارشناسی و پزشکی دقیقی انجام نشده. خب یه شخصیه که سالها قبلش پرونده پزشکی داره، از لحاظ روانی دچار اختلالاتی است و اختلالات به حدی است که میشه نام جنون ادواری رو بر اون گذاشت. خب همه اظهارات و مسیر پرونده هم در این سمت بوده، ولی خب قضات چه در دادگاه بدوی چه در دادگاه تجدید نظر متاسفانه توجهی به این امر نکردن. مشخصا علاوه بر محمد قبادلو، پرونده های دیگه مرتبط با اعدام هم نشون میده که انگار عزمی برای لااقل دریافت حقوقی از اونها وجود نداره. به نظر میرسه اونطور که منتقدانش میگن تصمیمات عمدتا سیاسیه. بله، ببینید، قوه قضاییه به خصوص در این اعتراضات اخیر ثابت کرد که دیگه حاضر نیست بر اساس موازین حقوقی و اون قوانینی که خود حکومت و مجلس تصویب کرده حرکت کنه، بلکه در راستای یک سیاست سرکوب داره پیش میره و همسو شده با نهادهای امنیتی و سیاسی. به عبارتی الان نهادهای امنیتی سیطره کردن بر قوه قضاییه و الان نمیشه دیگه گفت واقعا اینها دارن در یک مسیر قانونی افراد رو محاکمه میکنن. مصطفی عزیزی، حقوقدان از آنکارا با ما.